به نام و یاد خدا با عرض سلام به مجموعه خبری پنج عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 8 استانبولی سال 1401 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط خبرها، چین و روسیه بار دوش تمام مشکلات افغانستان را بالای آمریکا انداخته است. نشست برگزار شده به ابتکار روسیه با چالش ها روبرو گردیده. وزارت مالیه واید سال گذشته را 151 میلیارد افغانی اعلان کرد. سال گذشته در بخش صادرات هم پر دستاورد گفته شده است. و 350 تن کشته و زخمی در نتیجه درگیری میان پلیس و اعتراض کنندگان در عراق. خیلی خوش آمدید. من فیصل فیضان هستم. نشست برگزار شده به ابتکار روسیه در مورد افغانستان مملو از چالش بود. روسیه و چین بار دوش را بالای آمریکا می اندازد که در دو دهه اخیر به گونه یک طرف دخیل در جنگ، حالا از افغانستان خود را به عقب می زند. اما در مقابل سفیر آمریکایی همدردی چین و روسیه را یک بازی می خواند. در نشست برگزار شده در مورد وضعیت افغانستان، مارتین گریفتس سرمنشی سازمان ملل گفته است که نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. نشست برگزار شده به ابتکار روسیه در مورد افغانستان مملو از جنجال و چالش‌ها بوده است. مارتین گریفت سرمنشی سازمان ملل در بخش کمک‌های بشری در مورد وضعیت روان بشری افغانستان ابراز نگرانی نموده و نزدیک به 6 میلیون افغان را مواجه با تهدید فقر خوانده است. مردم افغانستان با وضعیت نامعلوم و مشکلات شدید روبرویند. 19 میلیون افغان با کمبود مواد خوراکی و 6 میلیون آن با قحطی غذایی مواجهند. در کنار این 24 میلیون تن که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد با کمبود مواد غذایی روبرویند. مارتین در مورد کودکان افغان در کنار ابراز نگرانی گفته است که در حدود 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذی روبرویند و در این تعداد 1 میلیون آن کودکانی هستند که اگر آنان تداوی نگردند جان خواهند داد. در حدود 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مقابله می کنند. از جمع این تعداد 1 میلیون آن با سوء تغذیه خطرناک و تهدید کننده روبرو می باشند و اگر تداوی آنان صورت نگیرد می میرند. در این حال نمایندگان چین و روسیه در سازمان ملل آمریکا را ملامت دانسته که عاملین اصلی وضعیت پیش آمده در افغانستان واشنگتن است و در شرایط سخت افغانها را تنها گذاشتند. مارتین در مورد تلفات برخواسته در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در چند ماه گذشته در افغانستان نیز یادآوری نمود. بعد از ماه جولای در نتیجه بارش های سنگین در بخش های مختلف افغانستان سیلاب ها سرازیر گردیده که در آن صدها تن کشته و زخم برداشتند. هزاران خانه مسکونی تخریب و در کنار آن هزاران جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. در این نشست نماینده چین از آمریکا خواسته است تا سرمایه انجماد شده افغانستان را آزاد و سفیر پاکستان روی موقف ملایم با طالبان تاکید کرد. مارکس بودزل نماینده سیاسی سازمان ملل در افغانستان حملات انجام شده اخیر در افغانستان را نکوهش کرده و از طالبان می‌خواهد که برای حقوق زنان احترام قائل شوند و در کنار این محدودیت‌ها را سر تعلیم دختران نیز بردارند. وزارت مالیه در یک سال گذشته 151 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری نموده است. این وزارت در سال گذشته تنها از گمرکات کشور بیش از 70 میلیارد افغانی عواید به دست آورده و بودجه ملی را نیز از عواید داخلی تکمیل نموده است. در این حال وزارت صنعت و تجارت نیز سال گذشته را در بخش صادرات سال پیشرفت یاد می‌کند. وزارت مالیه در یک سال گذشته 151 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری نموده که در آن 70 میلیارد افغانی عواید تمام گمرکات کشور نیز شاملند. سرپرست وزارت مالیه بر رسانه‌ها گفت که بر اساس این عواید جمع‌آوری شده بودجه سه ماه سال قبل و سال روان را آماده کردند.
موږ وکولای سوای چې د نړیوالو بنسټونو او مرستو پرته له خپلو کورنیو عوایدو په لږ امکاناتو سره په لومړني سر کې د 1400 کال ورستی درو میاشتو بودیجه چې 25 میلیارد افغانۍ او بیا د 1401 کال لپاره یو کلنه بودیجه چې 210 میلیارد افغانۍ کېږي ترتیب کړل. وزارت مالیه مبارزه در برابر فساد را یکی از دستاوردهای این وزارت در سال گذشته میداند و میافزاید که 10 تن را به اتهام فساد در کابل، هرات و بلخ گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمودند. کمیتمو استولید بعضی کسان پر خپل مخ کلید. ریاست عمومی کابل، گمرک، بلخ، هرات دا یو نمونه ده چې په نورو ګمرکاتو کې به هم څه کسان د منځه تللي وي. مسئولین وزارت مالیه در پاسخ به سوال در مورد محدودیت های وضع شده در برابر سیستم بانکی گفت که محدودیت های وضع شده بر سیستم بانک ها سر جایش بوده، اما در بخش مالی شاهد پیشرفت بوده است. تروسه مالی او بانکی برخه کې محدودیتونه شته. البته د مالی وزارت د پالیسی موینیت په همکاري چې د نړیوالو سره اړیکې دي او د غو سره لابي کوي، نو لله الحمد موږ شلم جنرال لایسنس ترلاسه کړی چې په هغه کې یعنی تر ډېره حده تسهیلات شته. نصرت الله محمود میگوید که جلب امتیاز دارندگان معاشات بلند و هزینه های غیر ضروری را گرفته است. در این حال وزارت صنعت و تجارت هم با ارائه گزارش سالانش میگوید که ارزش 1 میلیارد افغانی صادرات را به کشورهای همسایه داشته است. و بعد از آمدن فتح الحمدلله آماری که امروز ما داریم تا بیشتر از 75% رسید، از 50% هم بالاتر شد الحمدلله، و خصوصا 40 فابریکه ما داشتیم در بخش ذوب و آهن. با گفته نورالدین عزیزی، با آغاز حاکمیت امارت اسلامی فعالیت فابریکه های صنعتی 25% افزایش یافته است و در حال حاضر در 14 پارک صنعتی فابریکه های مختلف فعالیت می نمایند. و یک الحمدلله دستاورد بزرگی که به تمام ملت ما خوش خبری بدیم، افزایش صادرات از زمان پیروزی امارت اسلامی الی اکنون به بیشتر از آمار دقیقی که بر ما دادن بیشتر از 1,364 میلیون دلار الحمدلله رسیدگی است. مسئولین وزارت صنعت و تجارت اضافه می کنند به هدف بهبود رابط تجارتی با چین، پاکستان، ازبکستان، روسیه و امارات متحده عرب نشست ها و سفرها نمودند. وزارت یاد شده اطمینان می دهد که به منظور حل مشکلات تاجرین و پیشرفت رابط تجارتی روی تمام قوانین تجارتی غور می کنند و تلاش می‌ورزند که علاوه از تاجران داخلی، تجار جهانی را نیز مجبور سازند که در افغانستان سرمایه گذاری کند. شمار زیاد مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان با مشکلات مواجهند. شکنجه، عدم رسیدگی به قضایا و ندادن ویزه برای مهاجرین افغان در این کشورها از جمله مشکلات اساسی آنان شمرده می‌شود. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که برای مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای دیگر رسیدگی نموده و در این مورد با کشورهای همسایه هم بارها جلسات را برگزار نموده است. از 2 ماه بدین سو مهاجرین افغان در شماری از کشورها الخصوص ایران و پاکستان با مشکلات زیاد روبرو گردیدند. این افغانها با به قدرت رسیدن طالبان به کشورهای منطقه و جهان مهاجر شدند و با سرنوشت نامعلوم روبرو می باشند. شماری از مهاجرین افغان خشونت در سرحدات، عدم رسیدگی به قضایا و توزیع نشدن ویزا با آنان را مشکلات اساسی خود عنوان می کنند. مشکلات را که مهاجرین افغان در کشورهای بیرون از افغانستان دارن بیشمار است، خصوصا کشورهای همجوار که بیشترین مهاجر را دارن متاسفانه هیچ گونه امکانات را بر مهاجرین ندارن، حتی تمدیدی ویزا. زمانی که یک مهاجر ویزا نداشته باشن، بیرون گشتن از خانه و برآورده ساختن ضروریاتش ناممکن و بسیار مشکل است.
از طرف دیگه اینا اسپانسر ندارن و مشکل بزرگتر از او که پروسه انتقال کاملا استاب است. در سر مرز از طرف پولیس ایران اصرار شکنجه میشن. به زنا سالها مهاجر افغان دستگیر میشن، شکنجه میشن، آزار اذیت میشن، بعدا در مرز میشن. ما میخواییم از حکومت خود، از دولت خود که با مشکلات مهاجرینی که در کشورهای دیگر هستن توجه صورت بگیرد. اما سوی دیگر، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برای مشکلات مهاجرین رسیدگی نموده و میافزاید که در این مورد با کشورهای همسایه نیز بارها مذاکرات نموده است. مهاجرینو چارو وزارت پلاو و سفر کرده ده چه پاگوی که یو ده ترکیه هیواد ده چه ده اوز ارازی وران ده ده مهاجرینو رستنیدون که چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروتی ترکیه هیواد ته سفر درلوده او هلته د ترکیه هیواد د چارواکو سره د مهاجرینو په ستونزو باندې خبرې وکړي او راتلونکي کې هم مونږه د دې تضمین یو چې افغانانو ته په هیواد کې دننه د ژوند او د اوسېدو زمینه مساعده شي تر څو ټول هیوادوال په خپل خوخه باندې هیواد ته راست. حقانی افزود که در حدود 7 میلیون افغان در کشورهای دیگر به سر میبرند و از این جمله 3 میلیون آن در ایران، 3 میلیون آن در پاکستان و بقیه 1 میلیون دیگر در کشورهای مختلف ساکن هستند و در حدود 900 هزار هم به کشور دوباره برگشت کردند. بیماری کرونا در ولایت کندهار افزایش و گسترش یافته است. روزانه به طور معمول ده ها تن به شفاخانه کووید 19 کندهار مراجعه می نمایند و در حال حاضر در حدود 20 تن در آن تحت مراقبت قرار دارند. مسئولین صحی می گویند که در یک سال گذشته 18000 بیمار از 18000 بیمار سمپل گرفتند که در نتیجه آن 3000 مثبت برآمده و در میان آنان 58 تن نیز جان باختند. بیماری کرونا در کندهار یک بار دیگر افزایش یافته است و روزانه ده ها بیمار به این شفاخانه مراجعه می نمایند. دکتران شفاخانه اختصاصی کووید 19 کندهار می گویند در حال حاضر در این شفاخانه 16 بیمار بستری هستند که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم عنوان شده است. په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې ده په مجموع کې د کرونا واقعیت ډیر سوی دی. موږ ته په او پی ډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علایمې چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي او د دې تر څنګ موږ ته د بستر مریضانو شمېر هم زیات سوی ده او په ورځني ډول باندې زموږ بستر څلور پنځه مریضه د بستر دپاره مراجعه کوي چې د هغو وضعیت خراب وي او موږ هلته بستره وو. ډېر مریضان موږ ته مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي ما په کې هغه زیاتره نظارت خلک سانګزاره عمر خلک دي چې هغوی راځي معنا که د ځینې بېخي وخي ملاحل لري چې د هغوی نه پستنګي کېږي. دکتر محمد جنا ابراهیمی مسئول سرویلانس حوزه جنوبی این ولایت میگوید آنان در یک سال گذشته از 18000 بیمار سمپل گرفتند که 3000 آن مثبت بوده و در ماه گذشته نسبت به ماهای دیگر در رویدادهای مثبت این بیماری افزایش آمده است. ابراهیمی می افزاید در این مدت 58 بیمار جان باختند. کرونا په دې تیرو یو کال کې یعنی لس میاشتې کوم ورته وایي په لس میاشتې کې د دې هغه کوم اندازه هغه کوم پیک چې دی هغه ډېر کښته روان و. اوس بیا بدبختانه چې دغه دوه میاشتې کېږي د دې پیک لوړ روان دی. په تیرو دوو هفتو کې یا په تیرو درو یوې میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لوړ سوی دی. مسئولین می افزایند با افزایش رویدادهای مثبت این بیماری تدابیر وقایوی خاص اتخاذ گردیده و شفاخانه اختصاصی کووید 19 کندهار که مدت چند ماه مسدود بود دوباره فعال و بروی بیماران باز شده است. بیماران میگویند مردم کرونا را دین نگیرند و به توصیه های وقایوی عمل کنند. لطخ میکردی سابنجی میکرد لدعوه اتل از کال زمخم ابلا نو مرض را بانی زور سوزه کمزوری سوزه بسی بیخ بازار باید هر سال اخبال مات و تلی مانا نوری و دستکش پلاس کد یو بل مناسبات پر ناپر برابر بکی او د خپل ډاکټر سره شورا وکړي. دا صابون باندې دل دا ښکریا باندې نو بل ورځ صابون سره ور ډېر په تکلیف سره مې وره مې سره وړم چې سب شپخانه له پېچکاریان را ولګوي بس دا چې یو ګڼټه دوی نه لر په تکلیف اون ګڼټه دوی بعد بیا تاسو. مسئولین می گویند از آغاز این بیماری تا این دم 466 دوز واکسین این بیماری را تطبیق نمودند و در حال حاضر نیز 17600 دوز واکسین کرونا را در اختیار دارند.
ټول کندهار ته خصوصا ښاري سیمو ته مو چمنه ایستلې دي. د ښار په مختلفو ساحو کې هغه کسان چې عمرونه د اتلس کالو څخه لوړ وي، هلته د کورونا واکسین یې نوي تطبیق کړي، هغو ته مخکې کورونا واکسین په دا لاره روان وم. دلته د واکسین ټیم ناسته ده، د کورونا واکسین کوي. نو زه راوګرځېدم، د ډاکټر صاحب محترم سره پوښتنه وکړه چې دا څه شي په باره کې زه ورته د کورونا په باره کې واکسین مې ولګوئ. دکتران از مردم می خواهند تا به توصیه های صحی گوش دهند و برای نجات خود و خانواده هایشان این بیماری را جدی بگیرند. یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در هرات برگزار گردید. در این نمایشگاه سه روزه 50 زن صنایع دستی خود را به فروش و نمایش گذاشتند. اشتراک کنندگان برگزاری این گونه نمایشگاه ها را برای رشد صنعت مفید می خوانند و از حکومت خواهان یافتن بازارهای بیرونی برای فروشات هستند. این نمایشگاه برای 3 روز در هرات برگزار گردیده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که 50 زن در 4 بخش صنایع دستی خود را به نمایش میگذارند. منګه هر کال د خپل پلان مطابق مختلف نمایشګاوي لرو، نو دا هم موږ د پلانو مطابق یو نمایشګا ده. منګه درې ورځې لپاره لاره چول او د نمایشګا کې منګه د 50 کوم بینیفیشری سمون سره کار کوي. دغه تولیدات نمایش ته خدل کیږي. معمولا موږ سره په څلورو ګروپو کې بینیفیشری کار کوي. یو د قلم بافي ګروپ ده، یا خندوزی ګروپ ده، د آرت ګروپ ده، او بل بخش د کیف دوزی یا بایک دوزی ګروپ ده. څلور بخش کې موږ سره برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند نه تنها در داخل کشور برای صنایع دستی زنان بازار مشخص وجود ندارد، بل زمینه برگزاری نمایشگاه های بزرگ نیز برابر نیست. اما می افزایند که قرار است در آینده های نزدیک یک نمایشگاه برای صنایع دستی زنان در آمریکا برگزار گردد. لکه څنګه چې اوس وخت کې داخلي بازارونه لږ کمزوري شوي دي، نو د داخلي بازارو د کمزورتیا د رفع کولو په خاطر موږ کوښښ اوس په خارجي بازار کوو. او موږ پلان لرو په نږدې راتلونکي کې چې په امریکا کې موږ دوه اگزیبیشن وکړو د همدغو تولیداتو په خاطر، نو تر څو کولای شو چې کوم د داخلي مارکیټونه د موږ کمرنګه شوي دي، د هغو هغه جبران په خارجي بازار باندې وکړو. قبل از هم نمایشگاه برگزار شده و حال از این به بعد قرار نمایشگاه بیشتر برگزار بشه. دو نمایشگاه انشاءالله قرار به امریکا برگزار بشه که پروداکت صنایع دستی خود خانمای هرات قرار بره به اونجا بفروش برسه. اشتراک کنندگان این برنامه خرسند هستند و برگزار این گونه نمایشگاه ها را مفید می دانند و در کنار آن از حکومت می خواهند که برای فروشات صنایع دستی بازارهای بیرونی را پیدا نمایند. نمایشگاه خیلی موثر تمام میشه به خاطر از اینکه فروش وسایل لوازمی که ما تولید میکنیم کل مردم میان میبینن و به فروشات ما زیادتر میشه. در اصل کاری برای ما خیلی خوب موثر تمام میشه. خواهش ما از دولت امارت اسلامی است که زنان حمایت بکنه، چه در عرصه تحصیل باشه، چه در عرصه تجارت باشه، و همچنین در عرصه تجارت اینا رو حمایت بیشتر بکنه تا اینکه ما بتونیم اجناس خود بتونیم بیشتر در ولایت های دیگه و بیرون از افغانستان به فروش برسانیم. در این نمایشگاه زنان صنایع دستی ساخته شده دست خود را برای 3 روز بر نمایش و فروشات میگذارند. صنعتکاران از حکومت میخواهند تا برای آنان سهولت هایی را به وجود بیاورد. کار استخراج یک معدن زغال سنگ در ولسوالی خیبر ولایت فاریاب آغاز گردید. زغال سنگ معدن بند یخک از سوی یک شرکت خصوصی استخراج می‌گردد و روی استخراج هر تن آن در برابر 3000 افغانی قرارداد صورت گرفته است. مسئولین می‌گویند که با استخراج این معدن به هزاران تن زمینه کار و اشتغال زایی فراهم خواهد شد. اینجا منطقه ولسوالی خیبر ولایت فاریاب است که به تازگی کار استخراج معدن زغال سنگ در آن آغاز شده است. مسئولین معدن این ولایت میگویند که برای استخراج 5000 تن زغال سنگ از این معدن از سوی وزارت هدایت داده شده است. به گفته آنان این معدن 10 سال قبل کشف گردیده بود که به دلیل ناامنی تا این دم متوقف مانده است و با واید این زغال سنگ کارهای بازسازی راه‌ها تکمیل خواهد شد. معدن همین منطقه یخک ولسوالی خیبر تقریبا 10 سال از وی هم بیشتر کشف شده بود. انجینر صاحبا در وقت حکومت قبلی هم اگرچه آمده بودن تقریبا 15 سال پیش از وی هم یا بیشتر، چون که ناامن بود تا حاضر هیچ شرکت آمده نبود که
بالاخره ایره استخراج کنه از اون منفعت ببره و مردم منطقه یک خدمت کنه یا به دولت خود خدمت کنه تا حاضر نبود. حال الحمدلله خب بعد از اینکه امارت اسلامی پیره شد امنیت آمد، شرکت مهر خاتم الانبیا آمده شد که از همین طریق باید به مردم خود یک خدمت بکنه. مسئولین این شرکت میگویند که کار استخراج زغال سنگین معدن به شکل مسلکی انجام گردیده و در حدود 5000 تن در آن مصروف کار خواهند شد. اینا تشریف آوردن، اینا همه اینا رو دیدن، خیلی به نحوی خوب اینا رو خوب نقشه برداری و پلان گذاری کردن. فعلا هم به ذری چه نقشه هاش به ذری کار هسته، بعضی هاش دستی ما رسیده طبق گفته همه زو طبق همون نقشه که یک متر هم برابر ما جو بجای نمی کنیم. به تئوری سنتی این رقم نیسته، به تئوری تکنولوژی چه رقم که بروز هست انشالله ما تمام تلاش ما نمی کنیم که به همه بهترین نه به احسن انشالله این زغال استخراج بکنیم. ما انشالله امید داریم که فعلا که شروع کار است، خود شما ملاحظه می فرمایید. در این حال کارمندان معدن بند یخک زغال سنگ خرسندند که در داخل کشور برایشان زمینه کار فراهم شده است. خیلی خوشحال هستم در کشور خودمون همچون کار پیدا میشه، همچون کارهای بزرگی مثلا زیر خواب اینجا خوابیده. از دولت میخوایم که برای ما همچون کارهای آماده کنه که ما کار کنیم، مثلا در پهلوی خانواده خودمون، در پهلوی مثلا دوستا و قوم ما، در کشوری همچون کشور خودمون. معادنی که دیده رایستن انشالله سر کار میشه و مردم افغانستان و خصوصا ولایت فاریاب ولسوالی خیبر انشالله از این کار مستفید خواهد شد. معدن زغال سنگ بند یخک در 83 کیلومتری شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در دامنه کوههای ترکستان موقع دارد. انجینران مسلکی معدن و پترولیم معلومات می‌دهند که معدن بند یخک از کوتل سبزک آغاز با ولسوالی بلخاب سرپل متصل و انتهای آن به دره سوف ولایت سمنگان می‌رسد. یک گروه 8 نفری دزدان در تخار بازداشت شدند. مسئولین محلی این ولایت میگویند که در این گروه که یک کودک زیر سن نیز شامل است به خانه های مردم داخل می شدند و برای دیگران نیز زمینه سرقت و دزدی را فراهم می نمود. مسئولین میگویند که در یک ماه گذشته 25 تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت نمودند که با این امر سطح جرایم جنایی در شهر کاهش یافته است. ما از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خود بسیار راضی هستیم. در ولایت تخار در طی 6 ماه اخیر بسیار امنیت کامل برقرار شده، مجرمین به دستگیر شده، نه دزد از ده ولایت نه فضل احسان خدا، بسیار امنیت کامل است، ما ازشان راضی هستیم. یک تعداد مجرمین در هر کجا و در هر گوشه و کناری وطن به فضل احسان خداوند دستگیر شده و فعلا در اسارت هستند و بیشتر تقاضا میکنیم که تلاش بیشتر انجام بدن حکومت امارت اسلامی تا دیگه مجرمین و یاغی هایی که در هر گوشه و کنار میخواهند امنیت ما را اخلال بکنن و فکر مردی ما را مشوش بسازن، اینا را گرفتار نمایند. کسی زد غلو دلوه چې دې کسانو یو کس لومړی نیول شوی و وروسته دا د پولیس تر څار او څارنې لاندې و. الحمدلله نن هغه اته کسیز بانډ د امنیتي مسؤلینو منصبینو لخوا ونیولی سو او دمګړۍ تر نظارت لاندې دي چې انشاءالله رحمان د لومړنۍ تحقیقات وروسته باید دوسیې اړونده چارواکو ته وسپارل سي. خبرهای ما در همینجا به پایان میرسد. با سپاس از توجهتان، وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.